من جهان من در رابطه با شعر جهان نبرد ساختار هاست ساختار هایی که من میبینم خودش تبدیل به یک شعر شده چهره ای شناخته شده میان مهاجران ایرانی علاقمند به ادبیات در اروپا متولد مرداد 1342 در شهسوار پناهنده ای سیاسی در بلژیک شاعری 57 ساله که از صلح میگفت به شجریان میگوییم برای ما چپ ها ربنا بخواند بعد طالبان بیاید دستار روی زمین نمازش را لیوان به لیوان شود با کفر و از سر خشم از حکومت به زبان کنایه دلتنگ زندان اوین میشد. دلمان تنگ شده برای شبهای اوین کهریزک سیگار شیراز زرین نصف نصف توی تاریکی مثل فانوس توی این دست میرفت و توی آن دست او حالا به جرم همکاری در یک طرح بومگذاری در هومه پاریس در دادگاهی در بلژیک به 17 سال زندان محکوم شده مهرداد عارفانی که شعر می نوشت و دکلمه می کرد و در محافل ادبی به نقد متن می نشست امروز یکی از محکومان پرونده برنامه ریزی برای بمبگذاری در گرد همایی سالانه مجاهدین خلق در فرانسه است. اسدالله اسدی دیپلمات سفارت ایران در اتریش در کنار امیر سعدونی و نسیم نعامی سه محکوم دیگر طراحی انفجار این گرده همایی با 500 گرم مواد منفجره هستند پرونده ای که از سال 2018 دستگاه امنیتی چند کشور را در اروپا به خود مشغول کرد و سرانجام محکومیت اولین دیپلمات حکومت ایران را در اروپا رقم زد. مهداد عارفانی به جرم هدایت و نظارت بر دو عامل دیگر این طرح در پاریس دستگیر و به بلژیک مسترد شد. پانزده سال بیشتر نداشت که به فعالیت سیاسی روی آورد گرایشی که سه سال بعد در سال پرتب وتاب 1360 به بازداشت و زندانی شدنش انجامید دلیل زندانی شدنش هواداری از سازمان مجاهدین خلق بود شش سال بعد از ایران به اتحاد جماهیر شوروی گریخت این مهاجرت اما چند ماهی بیشتر به طول نینجامید و بازگشت از سی سالگی به ادبیات رو آورد و شعر نوشت می گفت که از 1372 حدود پنج سالی را در کرج زندگی می کرده و به آموزش تعمیر کولرهای گازی مشغول بوده. 1379 یک بار دیگر به قصد مهاجرت از مرز ایران گذشت. این بار به استانبول، سپس سارایوو و ایتالیا رفت و سرآخر هم از بلژیک سر در آورد. مهمان ناخوانده در سرزمین میزبان دامن شعر را رها نکرد. به فارسی می نوشت و کتابهایش را منتشر می کرد. عضو بنیاد بین المللی شعر شد و شعرش به زبانهای دیگر هم ترجمه شد. مجاز مرسل رو ما خودمون نوع خاصی تعریف کند. شاعر گریخته از زادگاه برای امرار معاش از محافل کوچک ادبی و سیاسی فیلم برداری می کرد. با این حال میگویند که از مجاهدین برای کارش دست مزدی نمی گرفت. سرسختان علیه حکومت ایران حرف میزد و خود را تبعیدی می نامید. عارفانی برای هواداری از همان تشکلی در ایران زندانی شده بود که سی و هفت سال بعد به همدستی در تلاش بمبگذاری در همایش سالانش محکوم شد. این بار در آنتورپ بلژیک. باران هفته پیش جوان را با عکس ها و پرچم ها پرسش های زیادی بی پاسخ مانده از جمله اینکه چه شد هوادار سابق مجاهدین به دشمنی با آنها برخواست یا مهمتر چه چیزی شاعر را بمب گذار کرد اگر بتونید ضربه اساسی رو به موقع و سر جاش بزنید علی خرت پیر بی بی سی